پیانو امروز آوردیم تو محله، تو زادگاه هم تو تجریش ببینه اینجا رو. خدمتتون عرض کنم که ما خب بازخورد نقش کیان برام فوق‌العاده بود، یعنی فقط تو ایران نه، حتی عربا، تو مشهد بود، تو هتل بود، تو مشهد خانمم دید خانم عربه داری گریه میکنه، گفت چرا گریه میکنی؟ گفت من کیانمونو دوست ندارم اینجوری ببینم، دیده بود من عصا دستم و خود حالم خوب نی. مردم این عرق وطن دوستی و این چیزا براشون مهمه. کیانم اولا غیر از اینکه حالا ایرانی بود و وطن دوست بود، با پشت اهل بیت هم بود و برای این ماجرا اصلا با مختار یکی میشن که برن انتقام خونه امام حسین رو بگیرن. مردم از سینما و تلویزیون قهرمان میخوان. آقای میر باقری اومد یه قهرمان بداد به ایرانی ها واقعا، و کیانو به عنوان یه قهرمان قبولش کردن. گفتیم چرا مردم دوست دارن. قصه جذابی بود که آقای میر باقری واقعا خوب نوشته بوده، ساخت خوبش، بازیگرای خوبی که داشت، کست خوبی داشت، بودجه خوبی دادن که بتونه استفاده بشه تو کار. ممنونکاری مال لس آنجلس نبود، ممنونکاری مال این بود که تو مختار زیادی محبوب شده بودم، به من اینو گفتن. مردمی که ایرانم خوب خیلی این چیزا براشون مهمه، ائمه براشون خیلی مهمه، برای همینم همیشه سال به سال این نهضت رو نگه میدارن و سعی میکنن که موندگار بشه به خاطر اعتقادی که دارن. ولی اگر اینجوری پیش بره ممکنه کمرنگ بشه. من یادم ما بچه بودیم، حاج عباس یادشه، انقدر نوحه های زیبایی بود. الان نوحه ها همه یا آهنگ های خواننده های لس آنجلسی شده. مسجد کوچولو بود اینجا که بازار میخوره پشت همون دو قلو، چون همینجوری میرفتیم تو تکیه و سینه میزدیم. بعد یه دونه نوحه داشتیم، اگه همش یادم نیست شما یادت، میگفت حسین از بحر حق و داد و آزادی زتن جان داد، جوانان عزیزش را برای حفظ قرآن داد. پدر من بسیار مذهبی بود، منو جلسه کلاسای قرآن میبرد، جلسه کلاسای قرآنی که میبرد واقعا همون جور که میبرد تحویل میگرفت. بعدا خدمتتون عرض کنم که بعد خب ما چون توی محله هم بودیم، محله اون محله به هر حال مذهبی بودن و ما از بچگی تو این دستجات و اینا بزرگ شدیم دیگه. پدرم خیلی دلش خواست من آخوند بشم، روحانی می‌خواست دوستشم. سید فخرالدین طاهری بود، همین پیش نماز مسجد اعظم هم پشت که امام جماعت مسجد بود. ما با ایشون کار می‌کردیم، جامع المقدمات رو تقریبا تموم کردیم، چقدر هم سخت بود. بعد خدمت جامع المقدمات هم خوندیم کردیم آخوند بشیم، ولی رفتم مطرب شدم. ایشون از اون هم میگفتن مسجد تو مدرسه سر صف قرآن مدرسه رو ایشون میخوند، تمام قرآن، حتی درس قرآن که میدادن ایشون آقا رضا میشست غلطگیری میکرد و صدای اذان خیلی قشنگ داشت که البته الان ایشالا صداشون را بیافته. اینجا ما چیز ما رمزونا همین آقای طاهری زنده است، آقای طاهری نه رحمت خدا بیامرزش، ایشون شبای عید فطر چیز میکرد، ماها رو جمع میکرد، بعد اونی که اول میشد و بهش 10 تومن جایزه میداد. من هر سال اون جایزه 10 تومن رو میگرفتم. ده و دو صبح سینما، اون موقع سکبریتی و اینا اصلا مطرح نبود. سکبریتی که میدونی چیه؟ حالا میگن سلبریتی. یه سینما ما داشتیم تابستونی بود، سینما بهار، سقف نداشت، بارون که میامد همه ده بودو به طرف خونه. ما با این سینما آشنا شدیم، اصلا سینما رو فهمیدیم چی هست. از اونجا بازیگری ایشون شروع شد. آره به بچه ها میگفتم، من یه روز عکسم این بالا میره، سردر سینما رو میگفت. البته رو بچگیه چی میگفتیم واقعیت که فکر نمیشه، علاقه داشتم. آره یه نصف پوست هندونه میذاشتیم سرمون، دوتا پر میزدیم توش، میشد کلا خود. بعد یه چوب و یه دونم در پیتلبی سپر، رستم و سهراب و این چیزها رو کاریم.
من بازیگری و نقاشی رو تو کوچه، همین کوچه ها اینجا یاد گرفتم. یه دوستی داشتم آقای رضا ماستاری، ایشون با من نقاشی کار کرد، سپایه رو میذاشتیم تای کوچه با هم دیگه نقاشی کار میکردیم، که بعدها نقاشی رو تا همین چند وقت پیش ادامه میدادم تا قبل که دستم اینجوری بشه. بعد آره این کوچه های شمرون من خیلی چیزا یاد گرفتم، زندگی رو یاد گرفتم. اصلا موسیقی هم از تو این چهچه زدن تو باغ پدرشون، ای به مرور چهچه میزدن، درست رضا جان؟ شنا، من قهرمان شنا بودم، چون تو باغمون استخر داشتیم، کوچه کاشف که الان بهار آزادی، پشت بهار آزادی اونجا اون بهار آزادی رو اسمش ما گذاشتیم، اسمش گیلانشا بود، کوچه گیلانشا معروف بود، بالای خونه خانم دیوا بود این دیگه که الان شده پارک آرزو. آره. بعد ما گفتیم دیگه انقلاب شده اسمش رو عوض کنیم، گوشیم بچه ها بنا جمع شدن گوشیدن کوچه بهار آزادی. گیلانشام اسم یه کسی بود که اونجا یه خونه ای داشت قدیم و باقی داشت، به اسم اون بود. وقتی سر پایی همه رفیقتن، وقتی می دویی همه همپاتن، وقتی داری همه خاطر خاطر، امان از موقعی که بشینی و ندویی و نداشته باشی، وقتی که میخندی همه هم نشینتن، وقتی که صدا در میاد همه گوشن، وقتی بالایی همه یارن، اما امان از اون موقعی که نخندی و صدا در نیاد و بیافتی پایین. آره یه فیلم نامه دارم که تو همین بچگی هم تو هم تجریش و این جاها میگذرستن، ساخت فیلمم که فیلمنامه‌اش سال 72 نوشتم، تا الان دنبال یکی می‌گردم که دو سه تا هم به ما بده ما این فیلمو بسازیم. من سه تا آلبوم دادم، از عشق گفتن، قوقا، کازابلانکا. آره دیشب خواب دیدم دارم میخونم، میگن شطور در خواب بیند پنبه دانه، گه لفوف خورد گه دانه دانه، نوه همسری. والله هیچی نمیدونم، ما هر کاری میکنیم جنجالی علکی میشه، خب همه زن میگیرن ما هم زن گرفتیم، اگه اون نبود که الان هیچی، گوشه خیابون باید میخوابیدم. بازم اون یه دختر جوون تازه ازدواج کرده بود که من مریض شدم، خب این چند سال داره از من نگهداری میکنه، دمش گرم. والله یه فیلم، نه یه فیلم 50 دقیقه‌ای ساختم، همکاری اولم تو فیلم خودم بازی کرد، خوبم بازی کرد. بعد یه تئاتر داشتیم کار میکنیم، حسن کچل مال استاد حاتمی بود، دو تا اجرا رفتیم، اصلا دوربین و صحنه و اینا منو راه میندازه. یه فیلم کار کردیم به اسم دهه شصتیا که آوا هم توش بازی میکرد با من. وقتی ذهنم میره به اون موقع میبینم خیلی چیزا عوض شده، ولی کمتر از جاهای دیگه. یه مقدار برای که مردمشون مردم اصیلی بودن، محلی بودن و اون چیزایی که داشتن رو حفظ کردن. والا یکیش همین دوتا تکیه که شمرون داره، تکیه بالا تکیه پایین، یا به قول خودمون محله پایین محله بالا. بعدم سینما بهار تجریش، یه سینما تابستونی داشت که هنوزم جنازهش هست، خرابه هاش، امیدوارم که بمونه، چون من اون فیلمی که میخوام بسازم حدود نیم ساعت سه روش تو همون سینماست و بسیارم زیباست اون قسمتش. خدمتتون عرض کنم که اون سینما باهاره که سقف نداشت، بارون میامد همه ده و دو طرف خونه، سینما تابستونی بود. اون یکی اونه که رد میشم همیشه یاد اون بچگی ها میفتم که همین تکایایی که داره و امامزاده صالح که خب ما توش خیلی خاطره داریم. مسئولین شهری ازتون چند تا خواهش دارم که این درخت های خیابون ولی اصر رو نزنین، خواهش میکنم. اینا هر کدومش کلی قیمت داره، این کی بکارن، کی بکاره که دوباره این درخت ها اینقدر بلند بشه و اینقدر زیبا. واقعا خیابون ولی هست یکی از خیابون های زیبای ایران میشه گفت، که از راه آهن تا یه جایی دارم تا قریه تجریش، اینجا قریه بوده دیگه، بعد ادامه داشت که هنوزم هست. ولی خواهش میکنم اینقدر اجازه ندین برجای بی معنی بی بو خاصیت فقط برای پول هست بسازن، این باغای قشنگ خونه های زیبا رو خراب نکنن، اجازه ندین خراب بکنن جاش برج و بارو بسازن. درسته خود مدرن میشه ولی اصالتش از بین میره. آره گویشمون هم متاسفانه با رفتن ماها به کل از بین میره. باز من عباس میتونیم، حاج عباس یه چهار کلمه با هم صحبت کنیم، بچه های ما که اصلا بلد نیستن. کی دنیه
کجا بشوه؟ خوشگل دبو پر دار و درخت دبو باقای بزرگ مونش دبو قنات های مختلف داشت او این جوبات مونش همه آب دبو قلنو رو به روی قنادی لادن اول خیابون ولی هست یه محله بود که من مادرم بچه اونجاست یه دفعه من دیدم یکی از تلویزیون ها اونور داره میگه او یه جا رو تو شمرون اسمش گشتن گوگل میخواستم زنگ بزنم میگه خانم گوگل نی گوگله گوگل یعنی گله گاو گله گاوا رو قدیم میآوردن اونجا گوها بیامون همه جا لقه مال بکدن بشوهن او بخورن جو بخورن لقه وزنن یه گاوا اومدن همه جا لغت مال کردن آبش آب و دونشون رو خوردن و رفت والا من چون خیلی علاقه دارم به این جاهای قدیمی و سنتیمون اینایی که خراب میشه خیلی حالم بد میشه اینی که ناراحت میشم ما یه کوچه این پایین داشتیم کوچه قهر و آشتی دو نفر ای قهر بودن رد میشدن آشتی میکنن با هم چون میچسبیدن به هم انقدر باریک بود بعد هر وقت رد میشد این عقاقی های بنفش از روی دیوارش اوزون دب و آویزون بود تو کوچه بعد بوی عطر این گلا دیگه اونا همه خراب شده حیف اینا رو خواهش میکنم اجازه ندین خراب کنن ببینین اون موقع محال بود شما مثلا الان سر زوره این بوی غذا از خونه همسایه میامد امکان نداشت یه بشقاب از اون غذا تو خونه شما نباشه یعنی انقدر چیز داشتن مثلا گفت عباس پاباش اینو ببر آده ایال مشتبه بخوره این بشقاب غذا رو بر بده مثلا پسر مشتبه بخوره شاید دلش بخوره شاید زن آبستن دباشه اونجا بخواد ویارش باشه اینجا که محله خودمه فوق‌العاده مردم همون نگاه خوبی که داشتن و دارن هنوز دلم میخواد که واقعا مردم اینو بدونن که واقعا ما هر تلاشی میکنیم به خاطر اینکه بتونیم مردممون رو یه جوری خوشحال کنیم مریضم خب مریضم و نقشایی هست که میتونن به من بدن یه خورده کم لطفی خودمونم هست دیگه از اسب افتادم از اصل که نیفتادم